سلام دوستان، چند من خوش اومدید. امیدوارم هر جلسه حالتون خوب باشه. بچه ها، آربیتروم رو اکثرا ایردراپش رو گرفتید، خیلی هاتون هم شاید حالا این فرصت رو از دست دادین. اشکال نداره، جدیدن تیم آربیتروم اومده یه بیمه جدید رو معرفی کرده به نام استایلس. الان تو فاز تستنت هست. برای اینکه حالا ما ارلی یوزر حساب بشیم، از همون تستنت پروژه میایم چند تا تراکنش روش انجام میدیم که آدرس کیف پولمون داخل شبکهشون ثبت شه به عنوان ارلی یوزر، و بعد که حالا رفت روی مینه تراکنش‌های بیشتر میزنیم و که بتونیم حالا ایردراپ این EVM جدید آربیتروم رو هم دریافت کنیم. خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم، بچه از همون اول بهتون بگم تو مرحله تستنت شما نیاز به هیچ سرمایه ندارید و همه چیتون به صورت قرضی و توکن هایی هستش که هیچ ارزشی نداره، یعنی تو حالت تست هست همه چی. پس این ویدیو رو شما بدون هیچ سرمایه میتونید تا آخر انجام بدید. برای انجام این ویدیو بچه ها، شما فقط نیاز به کیف پول متامسک داریم و کارهایی که باید انجام بدیم رو من الان استپ با استپ بهتون میگم. متوقع من برید جلو که هیچ مشکلی نخورید. خب کیف پول متامسکتون رو باز میکنیم بالا. اول از همه باید بیم استایلس رو به کیف پول متامسکمون اضافه کنیم. بچه ها از این بالا سمت چپ روی حالا شبکه‌ای که متامسک داره، شما میتونید اینجا نتورکتون رو عوض کنید دیگه. ما میایم پایین و اینجا اد نتورک رو میزنیم که به صورت منوال بتونیم شبکه‌ای که میخوایم رو اینجا اضافه کنیم. روی اد نتورک منوالی میزنید، اینجا کلیک میکنید، همچنین صفحه براتون باز میشه. من توی یه فایلی همه این اطلاعاتی که شما نیاز هست رو نوشتم. حالا من فایلش رو که فکر نکنم، ولی کل این لینک ها و این اطلاعاتی که شما نیاز دارین براتون زیر ویدیو هم توی دیسکریپشن هم توی کامنت ها پین میکنم که راحت بتونین استفاده کنید. خب اول از همه تو قسمت نیمش میایم اینجا آربیتروم استایلس رو قرار میدیم. من اینو کپی میکنم، اینجا پیست میکنم توی RPC URL که میایم لینک URLش رو میذاریم، این رو هم کپی میکنیم اینجا میذاریم. چین آیدی رو هم دوباره باز از این قسمت کپی میکنید اینجا قرار میدیم، و یه قسمت سیمبل هم داره که همون ETH هست، این رو هم باز کپی میکنیم و اینجا میذاریم، اینو سیوش میکنیم. اینجوری الان شبکه استایلس به در واقع کیف پول متامسک ما اضافه میشه. همونطور که میبینید آربیتروم استایلس الان اومده اینجا اضافه شد. خب بعد از اینکه این کارو کردیم بچه‌ها، نیاز داریم یه مقدار اتریوم و سپولیا ETH بگیریم، ببریمش روی آربیتروم و از آربیتروم انتقالش بدیم به استایلس. یعنی ما دو تا بریج اینجا باید انجام بدیم که این دوتا رو هم بهتون میگم چه جوریه. بچه اگر خود شبکه سپولیا رو هم داخل کیف پول متامسکتون باز اد ندارید، من اطلاعات سپولیا رو هم اینجا گذاشتم. حالا من از قبل سپولیا رو روی متامسکم اد کرده بودم، به خاطر همین دیگه سپولیا رو دارم اینجا. هم تو که میبینین این سپولیا هست. فکر کنم داخل خود متامسکم تو قسمت تست نت برید بتونید اینو اضافهش کنید، نیازی اصلا به این اطلاعاتی که من اینجا گذاشتم نداره. ولی اگه 1% حالا مشکل داشته نتونستین پیداش کنید، یا تو کیف پول متامسکتون نبود که قطعا هست، میتونید از این طریق هم خودتون دستی اضافه کنید به متامسکتون. ولی قطعا فکر کنم توی تست نت های متامسکتون این سپولیا رو خودش داره. خب بریم اولین کاری که باید بکنیم یه مقدار اتریوم برای سپولیا بگیریم. حالا من توی کیف پول متامسکم رو شبکه سپولیا 1.5 متر دارم، ولی شما ممکن نداشته باشید. برای اینکه بتونید اتریوم داخل کیف پول متامسکتون اضافه کنید رو شبکه متامسک، از طریق این دوتا لینکی که اینجا براتون گذاشتم، یا کویک نود یا همون این فورا، میتونین یه مقدار اتریوم رو اینجا فاست بگیرید. حالا من از همون لینک اول میرم که با هم ببینیم چه جوریه. اینجا بچه حواستون باشه، این بالا باید روی سپولیا فاست باشه. این قسمت اینتریور والت آدرس کافی کیف پول متامسکتون رو باز کنید، آدرس کیف پولتون رو کپی کنید، اینجا قرار بدید و این رو لاگین میزنید. میگه آیا شما اکانت داریم؟ میگم بله من اکانت دارم. اینجا احتمالا دوباره باید وصلشیم به کیف پولمون یا اکانتمون اینجا وصل بشه. حالا من لاگین رو میزنم اینجا. شما بچه ها اگر اکانت نداشتید میتونید حالا گزینه دوم یا هم گزینه اول ببخشید، گزینه اول رو بزنید که نیو یوزر هستین، یه اکانت درست کنید تو سایتشون. اگر هم اکانت دارید که با هم اکانتی که دارید میتونید لاگین کنید و اینجا اون اترومی که میخواید رو فاست بگیرید. حالا من این رو میزنم، حدود 0.5 اتر قراره به من بده دیگه. من قبلا هم یه دونه اینجا فاست ازشون گرفته بودم 85 روز پیش. خب این پس طریقه گرفتن فاست روی سپولیا هستش. پس اولین کاری که میکنید، شما رو شبکه سپولیا یه مقدار اتریوم رو
فاست میگیرید. همونطور که میدونن یک کنیم اتوره من شد دو تا ازه. خب حالا میریم توی لینکی که براتون اینجا بریج آربیتروم هست که این رو هم باز براتون لینکش رو میذارم. این صفحه رو باز میکنید. خب این لینک رو که باز کردیم بچه دقت کنین، حتما کیف پول متامسکتون رو بذارید روی شبکه سپولیا که این بالا بیاد این شبکه های دیگر رو اضافه کنه. به صورت دیفالت اگه برید روی اتریوم باشه فقط آربیتروم وان و آربیتروم نووا رو بهتون نشون میده. حتما متامسکتون رو بذارید روی سپولیا، بعد این لینک رو دوباره چک کنید که اینجا این شبکه های لایه 2 و این EVM جدید استایلس هم اضافه شده باشه. خب من میگم اینجا مثلا میخوام حالا به فرض 0.3 اتر رو ببرم روی آربیتروم سپولیا. خب من اینجا موف فاندز رو باید بزنم. قبلش کیف پولم رو حالا من آنلاک میکنم چون کیف پول سخت افزاری دارم، چون الان باید اینجا یه دونه تراکنش رو اکسپت کنم. شما اگه نداشتید که اصلا نیازی به این مرحله ندارید. من اینکه کیف پول سخت افزاری دارم غالبا باید کیف پولشون رو آنلاک کنم که بتونم تراکنش رو انجام بدم. درست من یه ذره این دم زمان طولانیه. خب موفاند رو میزنم اینجا که از سپولیا ببریم حالا این پوله رو روی آربیتروم سپولیا. اینجا یه کانفیرم بهش میدم، یه کانفیرم هم قطعا باید روی کیف پولمون بدیم. بازم میگم شما اگه کیف پول سخت افزاری نداشتین دیگه نیازی به کانفیرم دوم نیستش. خب صبر میکنیم تا این انتقال پیدا کنه روی آربیتروم سپولیا، احتمالا حدود 10 دقیقه طول بکشه. حالا من این تایم رو دیگه براتون ریکورد نمیکنم. بعد از اینکه این تراکنشش انجام شد ادامهش رو با هم میریم جلو. خب اصلا دقیقا 10 دقیقه گذشت. از این بالا تو قسمت حالا کیف پولتون آدرستون اگه کلیک کنین ترانزکشن رو اگه بزنید اینجا اگه دوتا سکسس گرفتین یعنی انتقال انجام شده و پولتون از سپولیا به آربیتروم سپولیا منتقل شده. این بالا هم میبینید الان بالانس من رو داره نشون میده، یعنی همون صدامتر رو الان بهمون نشون داده که منتقل شده و مشکلی نداره. خب بریم برای انتقال این به استایلس. کافی این بالا رو بذارید روی آربیتروم سپولیا، این پایین رو هم انتخاب کنید استایلس تست نت که یه تراکنش اینجا زده باشیم. من اینجا این تغییر رو میدم و این رو دوباره میذارم روی استایلس تست نت. اون بالا هم که سپولیا هستش اینجا مثلا میزنیم 25% که یه مقدارم تو هم آربیتروم سپولیا داشته باشه. همونطور که میبینید الان اینجا علامت موفانس تو استایلس نت تست نت فعال شده. کافیه روش کلیک کنه یه تراکنش انجام بدین که این انتقال انجام بشه. خب بریم موفانس رو بزنیم که این تراکنش هم زده باشیم. خب میدم کانفیرمش کنیم. من دوباره باید برام کیف پول سخت افزاری هم بزنم. بدبختی کیف پول سخت افزاری اینه ولی خب امنیتتون میره بالا دیگه. خب صبر میکنید تا این انتقالم انجام بشه. همونطور که میبینید اولی سکسس شد، دومی هم باید سکسس بشه که حالا این انتقال سریعتر انجام میشه دیگه، کمتر از یه دقیقه یکی هم قطعا سکسس رو میگیرید. خب بچه دومی هم سکسس شد. سعی کنید این کار رو بچه هفته حداقل دو سه بار انجام بدیم که حالا کیف پولتون قشنگ اینجا ثبت شه به عنوان ارلی یوزر. اگر هم حالا رفت روی مینت شبکه که باز من ویدیو براتون میگیرم که اونجا باید چه کارهایی بکنیم که شامل ایردراپ بشیم. خب حالا بریم تو متامسک یه بارم اینجا چک کنیم ببینیم روی شبکه استایلسمون این اومده نشسته یا نه. الان که روی آربیتروم سپولیا بودیم بریم روی آربیتروم استایلس رو انتخاب میکنیم. تا که میبینین 25% اومده و داخل آربیتروم استایلس نشسته به همین راحتی. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشین. لایک سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بچه خیلی کم کامنت میذارید، لایک هم نمی کنید، خیلی از دستتون شاکیم. یه ذره انگیزه بدید که ما بتونیم براتون ویدیو با کیفیت تری درست کنیم. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی پیس آوت.